با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز به دوشنبه است و 23 از ماه ژانویه سال 2012 میلادی در روزهای دوشنبه در باب مقالطه صحبت میکنیم. امروز دو مبحث هست، دوستان در یک جای انجام دادن، نشان میدهیم بعد و در بابش صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید که کما فی السابق یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم. میفرماید: بگذار تازه شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطون بود که جز ره اون شیوه نسپریم. جایی که تخت و مسند جم میرود به باد، گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. تابو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم. تابو بود که واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت رقصند و مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بریم. بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. از سعدی گرفت از حافظ، گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من. از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم. بله، خب اجازه بدید که حافظ رو ببندیم، حافظ بزرگوار رو، و بپردازیم به بعضی مطالب. پیش از این که بپردازیم به این داستانی، بحثی که نمیدونم یه دوستان هستن ایرانی، پسر آقای سروش هم اونجا هست به نام آقای دباغ، سروش دباغ، که گویا عبدالکریم سروش اسمش از این پسر گرفته، چون ایشون حاج فرج دباغ بوده، اسم پسر سروش خودش کرده عبدالکریم سروش، ایشون هم سروش دباغ. بعد از مقدمات میپردازیم ببینیم چه مقالطات میکنه این پسر، واقعا خلف سخت پدر شده است. باری اجازه بدید این مطلب راجع به خودم خدمتتون بگم. در این 30 هست که ما در این مسیر هستیم، حالا کم و بیش اینها، این برنامه سرزمین جاوید هم از سال 2000-2001 شروع شده است. اینها خیلی چیزا به ما گفتن از ابتدا، اتهامات، سخنان رکیک، حرفای بیهوده، نمیدونم حراجیف، از این چیزها هیچ کدام به من اثر نکرد واقعا. حتی روزی که FBI به چنون به در میکوبید که پنداری در رو میخواد بکنه از جا، که من گفتم کیس گفت FBI، مثل یک کسی به من گفت یا فهمیدم بلافاظه که موضوع چیست، چون من کاری نداشتم با FBI. معلوم شد آخونده نقشه قتل ما رو کشیدن و یکی از خودشون لو داد به هر صورت و اینا هیچ کدوم به من اثر نکرد. اما یک چیز به من خیلی اثر کرد، و اون یک شبی دو دوست محترم از کانادا آمده بودن که مخلص رو دعوت کنن به سخنرانی، که هنو نرفتیم خدمتشون، از تورنتو بودن، اهل بختیاری هم بودن، دو دوست خیلی خیلی بزرگوار و محترم. همینی که صحبت میکردیم، من یک مرتبه پرسیدم اسم شریفتون، یک مرتبه دیدم تا بزر اسم دیدم این دوست عزیز ما تازه وارد مرد محترم چنان سرخ شد که پنداری یک چیز عجیب شبونه ارز کنم شرماوری رو داره از ما پنهان میکنه. من خیلی تعجب کردم که چرا اسمشون رو پرسیدم اینقدر سرخ شد. نگاه کردم به دوستمون آقای کرمی، گفت اسمشون محمده. خیلی این جریان به من اثر کرده، این که دوستان چنین قضاوتی در حق ما دارن واقعا عجیبه، ای بابا. یا بعض دوستان زنگ میزنن و ایشالله میبینیم شما رو، ببخشید ما گفتیم ایشالله، ببخش گفتیم، خدا محافظ شما. آقا این حرفا چیه به ما میبندی؟ بعضی قضایا هست واقعا با اساس کار فکری، یا اسمش بذارید روشن فکری، یا یه آدم بودن اصلا مغایرت داره این حرفا؟ اینه که ما چنین چه ادعاهایی کردیم، که ما چنین حرفایی زدیم.
ما با اسلامیست آقا مخالف هستیم، با حکومت دین در دولت مخالفیم. آقا این بدترین کسی در نوع استبداده، ما کاری به دین کسی نداریم. گذشته از این آقا محتوای شخص مهمه، نه اسم. آقا اسم شما علیس، محمد، حسین، نمیدونم جعفر، شعبان، درود بر شما. آقا این چه حرفیست؟ آقا چه داستانیست؟ همون لحظه من یاد مرحوم شکسپیر انداخت که میگه چه چیزیست در نام، علامت سوال، از زبان جولیت در واقع به رومئو. بعد میگوید اون چیزی که ما گل سرخ مینامیم به هر نام دیگری هم که مینامیدیم همین رایحه دلاویز رو داشت. آخه نام که در واقع اون شخصیت انسانیست که به اون نام شرف میده، نه این که ما نشستیم اینجا حالا با نام های محمد. خیلی اسم زیباست، یکی از رایج‌ترین اسمای جهان هم هست، جان و محمد فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. این داستان یک ذره ما ناراحت کرد که بعضی هموطنان ما در حق ما اون که قضاوت اشتباه بکنه. آقا ما دشمنی با دین هیچ کس هم نداریم پدر جان، یعنی این قضیه با آزادی خواهی خیلی مغایرت پیدا میکنه. ما هم میشیم این آخوند، این آخوندا نیدی با یار میگیرن میندازن زندان. آقا چرا میکنی این کارو؟ آقا اینا جاسوس اسرائیلن. آقا چه جاسوس اسرائیل؟ برای چی باهای جاسوس اسرائیل باشه؟ هیچ دلیلی برای این تعداد بهایانی که رهبران جامعه بهایی در زندان هستن دلیل جاسوسی اسرائیل پیدا نکرد. ما میشیم مثل همونا، یعنی آدمی که تعصب داشت نسبت به چیزی، علیه چیزی، فکر کنم باید بره بیمارستان خودش نشان بده. یه کسی از اسم کسی که نمیدونم محموده یا محمده یا واغره یا تقیه بخواد یه تعصبی نشان بده که آقا این چه حرفی، چه چیزایی به ما نسبت میدی عزیزان. یا در مباحث شبانه میشنوم اینجا اونجا میگن این نوشیدن با اسلام دشمنی داره. آقا ما چه دشمنی داریم با اسلام عزیزان؟ مردم باید آزاد، اصلا ما داریم میکشیم اینجا، این نیمه جان رو گذاشتیم برای این که یک روزی در مملکت ما مردم آزاد باشه. چه زیباست که مردم آزاد باشه. معابد بر کار، هر کسی در واقع با دریافتی که از ما بعد و طبیعه و دین داره بره کار خوش انجام بده. بهائی، زرتشتی، شیعه، سنی، اصلا یک سره نقض غرض. واقعا اگه بنده هم چه آدم باشم چنین فکری بکنه. حالا ما نقض اسلام رو چرا میکنیم؟ به جهتی که نشان بدهیم سرچشمه مشروعیت اینها صفره. مشروعیت ندارن این حاکمین مستبد که در واقع شر بزرگ در جهان به پا شده و در واقع در درجه اول یقه مردم ما رو گرفته. همین امروز که صحبت میکنیم حالا اگر فردا یهودی‌ها در ایران آمدن و حکومت رو به دست گرفتن، زندان و شلاق و اعدام و تعصب و اینجور کارا کردن، بعد ما میایم در باب یهودی‌ها اونجا صحبت میکنیم آقا این تورات این بدیم بشه. داستانی ها مشروعیت نداشتن از اول. مثلا عرض میکنم یا مارپرستا فردا آمدن مملکت ما نمیدونم حکومت رو گرفتن، اینا گفتن هر خانه در بالا سرش یک مار بذاره، نمیدونم این رو تقدیس بکنه و تعظیم بکنه و بپرسته. داستان از اینجاست، مطلب رو گم نکنیم لطفا. خیلی بد بود این داستان، این حرکت واقعا خیلی من آزار داد مدت ها. آقا این بعضی هموطنان ما رجوع چی فکر بکنم؟ و هر کسی یه اسمی داره نمیدونم، در این دنیا مهم نیست واقعا اسم آدم چیست، مهم نیست که آدم چگونه شخصیتیست. بنده پدرم نامش عزت الله بوده، اون یکی عمو حاج نورالله بوده، اون یکیش نمیدونم نعمت الله بوده، یکیش ضیاءالدین بوده، نمیدونم بزرگترین در واقع شخصیت بختیاری جعفر قلی خان دایی تنی من بوده که 2 سال پیش فوت شده شد. مطلب نیست که این مطلبی بود. این 2-3 روز بهش فکر کردم که بیام حتما با شما در میون بذارم. به وقتی من زنگ میزنید میگید که انشالله ماشالله، من صبح تا شب از حرفا میزنم. خودم ها در این فرهنگ شیعه بزرگ شدیم. خدا به همراهتون. حالا اینها جزء لاینفک مکالمات روزمره ما و در واقع شده است جزء فرهنگ ماست. چه معذرت خواهی میکنید شما با صحبت میکنیم که انشالله ببخشید، گفتیم انشالله. آقا انشالله خیلی هم چیز خوبی است. اینا مشکل ما نیست، مشکل ما استبداده. تا زمانی که این استبداد دینی هست ما همین کار رو خواهیم کرد.
نشون بدیم که آقا تا اونجا که بتوانیم و اسنادش در اختیار داشته باشیم کنکاش میکنیم میام خدمت شما میگم آقا این داستان این شخصیتی که میگن اینجوری بوده بدیم وجه بوده اینا داستان ها بوده ساختن و به او بستن حقایق امورش در کتاب های تاریخ میشد پیدا کرد که اعمالش چگونه بوده و رفتارش با دیگران چگونه بوده و تعهدش به انسانیت و آزادی بر چه وجه بوده این یه نکته خیلی 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 مهمی بود که خواستم خدمت شما امروز گفته باشم. در اینجا ما در باب این که روشنفکر دینی از قضایای متضاد و جدلی و طرفین هست به قول قدمای فلسفه بسیار صحبت کرد که آقا اساساً میسر نیست که کسی دینی باشه و روشنفکر باشه، نمیشه چنین چیزی، اصلا میسر نیست. مثل نمیدونم کچل موفرفری به قولی که از دوستانم اینجا میگه، یا دراز کوتاه، اصلا میسر نیست چنین چیزی، چون قضیه روشنفکری مبتنی بر تعقل هست و روشنفکری مرز نمیشناسد و در واقع وظیفه روشنفکر تعهدش در مقابل سعادت جامعه است. قضیه دین یک قضیه تعبدی است که عقل رو اساسا کنار میگذاره. یعنی ما بخوایم تعقلی فکر کنیم هیچ دینی رو نمیپذیریم، کمون که اقلای بزرگ نمیپذیرفتن. واقعا مبتنی بر ایمان هست که عرض کردم خطرناک پدیده است این ایمان، و اساسا کار روشنفکری با کار دین با هم جداست، با هم اینها رو مخلوط نمیتوان کرد و روشنفکر دینی نمیشود داشت. متفلسف دینی میشود داشت، متکلم دینی البته داشتیم، کسانی که در واقع ادبیات فلسفه رو در واقع به کار بردن در تبیین قضایای دینی البته بودن و هستن، عبدالکریم سروش و پسرش و اینا بودن هستن، اما اینا روشنفکر نیستن. خواستم اینو ختم. اساسا آدم دینی فیلسوف هم نمیشه، چون فلسفه و روشنفکری از سوال شروع میشه. یک بار آره ما در این جلسه داشتیم در آستین، ما این رو مطرح کردیم، اون دوست محترم ما آدش رو کرد نام بردن که فلان دینی سوال داشت. آقا از زمینه دین سوال بلند نمیشه، از زمینه فیت سوال بلند نمیشه، چون سوال موتور روشنفکریه، روشنفکری از سوال میشه. آدم دینی فکری نداره، خیالش راحته، همه چیزی میدونه، هر سوالی ازش بکنی جواب میده. در باب کلیات مربوط به حیات انسان، این که ما از کجا آمدیم، به کجا میرویم، چیست این سقف بلند ساده، همه اینا رو میدونه، بعد کجا میره همه رو بلده، تو کتابش هست، یعنی سوالی نمیکنه. ما یک دوره داریم در مدنیت انسان، چند دوره داریم، حالا از مدنیت سومر بگیرید و بابل و ایران و تا فینیقی و اینا رو بذاریم کنار، آثار مکتوب از اینا خیلی کم هست، اما این مدنیت یونان خیلی مدنیت عظیمی بوده. در این مجمع الجزایری که ما روی هم اینا رو چیز می‌نامیم، در این مجمع الجزایر که اینها پراکنده بودن، هر کدوم اسم جزیره‌شون پشت سرشون هست، اینها آزاد بودن، نه که یونانیا خیلی باهوشتر از جای دیگه بودن، نه، یعنی شرایط اجتماعی و محیط آماده بود برای تفکر آزاد، چون چیزی به اینا تحمیل نمیشد، چون نه استبداد عجیب داشتن نه دین ارگانایز داشتن که حالا تو سر اینا بزند و بگوید که چنین نهندشید و چنین نهندشید. و این شهرهای کوچک بودن، اینا تمدنهای شهری بودن، متفکرین پیدا شدن، روشنفکری از اونجا اومده. در واقع کشف، حالا بابلی هم دارن، سومری هم دارن، در واقع خط رو سومری ها کشف کردن، بابلی ها در نجوم و اینها کارها کردن، مصری ها در هندسه کار ندارن، اما تا اونجایی که به تمدن مغرب زمین مربوط هست و اینها، یونان دین یقه کسی رو نمی گرفت. چرا فکر کردی گفتی که این نمیدونم منظومه شمسی چنین هست و اینها؟ از روزگاری که دین آمده در واقع در کل منطقه، یونانی ها رو البته از روزگار اسکندر و قهقرا رفته، تا مدتی بعدش هم نیم نفسی داشته در این اسکندریه و اینها، بعدش هم که امپراتوری روم رو داریم که تا 200 سالی 300 سالی یا بیشتر مسیحی ها رو یا میکشت یا پیش شیر میانداختند، و بعد خودشون که مسیحی شدن دیگه دو آتشه شدن واقعا، و اروپا جمعا اینا مذهبی شد،
تا قرن 15 16 هم کوچکترین اثری از تعقل نیست. اگرم پیدا میشد میکشتن. قریب 6000 دانشمند رو همین آخونده های گردن کلفت کاتولیک اینا کشتن و به چاه انداختن و سوزاندن. هر کسی سوالی میکرد که در تعارض بود با این آموزه های این انجیل میکشتنش، جوابم این بود که شما بهتر میدونی یا خدا. تا زمانی که حوزه های تشکیک و تردید و تفکر در اروپا انقدر فزونی گرفت که دیگه دست کلیسا نمیشه همه رو بکشه، یه لوتری پیدا شد، شکستی وارد کرد به این پیکره دین و شروع کردن که این روشنفکرها به وجود آمدن، خیلی کارهای مهم میکردن. تفکر از حالا مقالط هایی که در اینجا میشه که میگن آقا اینا به دین معتقد، پسر سروش، آقا دکارت به خدا اعتقاد، آقا کانت هم به خدا اعتقاد داشته. آقا این به خدا اعتقاد داشتن تفاوت دارد تا همه قضایای این کتاب رو پذیرفتن، بسیار بسیار فرق می‌کنه تا ذهنیت دینی. بله دکارت ذهنیت خدا رو قبول داشت، ذهنیت دینی نداشت، ذهنیت علمی داشته. یا گالیله و نیوتن، اینا ذهنیتشون علمی و ذهنیت دینی نداشتن، خدا رو قبول داشتن. خیلی خوب، ما در قرن چهارم ایران دانشمندان خیلی بزرگ داریم در حد جهانی. اینا هیچ کدوم اعلام نکردن که طبل بزنن آقا ما بی خدا هستیم، از نوع حکیم فردوسی و حکیم ابن سینا و رازی، ولی اینا ذهنیتشون هیچ کدوم دینی نیست، کاملا علمی فکر میکردن. اینا که میگن فردوسی سنی بوده، اون یکی میگه شیعه بوده، اون یکی میگه اسماعیلی بوده، این همه باطله. فردوسی فقط خداشناسه، هیچ کدوم از اینا نیست. یک مرد آزاده بزرگواری است، یک فیلسوف بسیار بزرگی است، بزرگتر از آن است که دینی باشد یا حکیم ابن سینا یا بیرونی، به خصوص رازی که آزاده ترین همه آدمهای تاریخه، یعنی آدمهای مشهور تاریخ. بنابراین جمع کردن روشنفکری و دین اساسا میسر نیست. دین با روشنفکری مخالفه، به جهت اینکه ما یک پدیده داریم به نام دین، یک جا پیدا شده. حالا این دین اسلام در عربستان از مکه و مدینه اومده بیرون، یه مش تعلیمات داره، مراسم و مناسک داره، اینها. کسی که دینی شد معتقد به اون مجموعه است، در واقع میخواد که شرایط حال رو برگرداند به اون روزگار. خب این ارتجایی هم میگوین در واقع. هرگز دشمنی اهل تسنن با اهل تشیع در چه چیزی است؟ گفتن اینها اهل بدعت هستند. یعنی که در دینی که محمد گذاشته و ما میخوایم به همون شکل تا ابد بماند، اینها دستکاری کردن، اومدن درش گذاشتن اشهد ان علی ان ولی الله حی علی حی العمل، این چیزا نبوده. الان مطمئن نیستن حی علی خیر العملش درسته، ولی علی ان ولی الله ما در چیز نداشتیم. بعدش میاد سنی دوست نداره که بشنود که خلافت حق علی بوده دادن به ابوبکر. میگه نه آقا این چنین نبوده پدر جان، این ابوبکر مرد بزرگواری بوده، شیخ کبیر، شیخ اکبر، ثانی اثنین محمد، در غار در بابش آیه هست، مرد عربا رأی دادن هم شده، اشکالش چی بوده؟ بنابراین اساساً روشنفکر تمام اینهایی که دینی بودن و به فلسفه زدن، اینا هیچ به هیچ راهی برای انسان نگشودن واقعا. چه اونهایی که در مسیحیت بودن مثل آگوستین و انسلم و اینها، چه اینا که در فرهنگ ایران جان گرفتن مثل فرض کنید که عرض کنم امام فخر رازی و عرض شود که تا برسیم به غزالی طوسی و اینا، حتی این ملا صدرا، اینا هیچی نبودن در واقع در زمینه فلسفه و ارائه یک نظام فکری نیرومند، هیچی نبودن. اینا زبان فلسفه بلد بودن، پیشا پیش هم میخواستن نبوت و وحی و وجود الله و آخرت رو به اثبات برسانن، میفلسفیدن با لغات فلسفه. هیچ چیز جدید عرضه نکردن در واقع. فیلسوف کبیر عالم اسلام نمیدونم کی، اون وقعیت و جیش هم که
اینها ما متفکر نیرومند مستقل اصیل بیرونی رو داریم و راضی. ابن سینا میگفت من هر چی ارسطو میگه من مخلص ایشانم. این 22 سوالی که کرده بیرونی از او و هست داستانش کاملا معلوم میکنه که به تعریض این استاد بیرونی که ابن سینا خیلی جوان بوده که از مفاخر ماست، البته نامه می نویسد به عنوان الفتی الفاضل، این جوان فاضل، و می پرسه این سوالا رو جواب بده. اونم هم مرتب میگه بله ارسطو اینو گفت و ارسطو استاد اول اون درست گفت فلانی از این حرفا. بگذاریم. کار روشن فکری با کار دین، دینداری سازگاری نداره. اساسا دین مانع روشن فکری است، یک دیوار بلندی است برای فکر آزاد و برای کشف افق‌های جدید در حیات فکری و اجتماعی انسان. این چیزی است که فکر می‌کنم که وضوحش به حدی است که شما هر جا بگید فکر نمی‌کنم نپذیرند از شما. منتها یک عده آدمی که یکم روشون زیاده میخوان سهمی داشته باشن در کار جامعه، تعلیماتشون هم از بچگی همین بوده و این دین در وجود اینها با شیر اندرون شده و با جان به در خواهد رفت. خیال میکنن میشه و روشن فکر دینی هم داشت. من بر حسب اتفاق در این یوتیوب نگاه میکردم، پنج بحث چهار بحث دیدم، یک عده است، پسر سروش است، آقای دباغ یه آقای محترمی است و یک استاد محترمی که اشراف داره بر امور، اسمش شریفشون هم یادم رفت، اسمشون هم باید عطا باشه. حالا من اجازه بدید یه موسیقی به انتخاب امیر. امیر اهل موسیقی است، پسرش هم موزیسیانه. موسیقی رو من واگذار میکنم به ایشون روزهای دوشنبه به انتخاب ایشون. خوب و بدش گردن امیر. چند نوار خیلی خیلی خوبم دوست گرامی آقای ایرج یزدان‌پناه داده از مجموعه خصوصی که بعد در برنامه بعد براتون پخش میکنیم، اما امروز گوش میکنیم به موسیقی انتخابی امیر و بعد برمیگردیم این در واقع این گفتمان رو برای شما نشان میدیم و بعد نقد میکنیم تا چند لحظه دیگه. یادم کن ای وقت من، یادم کن
شادم کن بوده شادم کن هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. با درود بر شما وطنان گرامی. پیش از این که این فیلم رو نشون بریم، دو سه مطلب کوچک اشاره کنم. یک دوست خیلی خوش‌ذوقی با ما یک شوخی کرده و سوال جواب و یک در واقع مصاحبه خیالی ترتیب داده. هرچی از ما پرسیده یا راجع به ما بنده، یعنی یا راجع به 28 مرداد جواب دادم یا راجع به نمچی فلان شعبان بیمخ و اینها.
خیلی ممنون، حداقل رکیک نگفت این دوست، خیلی هم زیبا بود، دستونم در نکنه. اما این چیزا که ما در باب 28 مرداد گفتیم یک میلیونیم اون چه ما گفتیم اینجا نبوده. این یک پیداست اهل تاریخ بوده ولی یک جا هم اشتباه کرده. تصور فرموده است این دوست عزیز ما که نمیدونم کی هستن، که زل سلطان برادر ناصرالدین شاه بوده. نه، زل سلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه بوده. یک مطلب، یک مقاله ای هم یک دوست عزیزی که گویا سایتی داره به نام فضول باشی نوشتن، محبت کردن در حق من، ازشون سپاسگزارم. میگه لطف کنید زنگی من بزنن حضورشون تشکر کنم، خیلی خیلی ممنونم از شما. این دو مطلب. مطلب دیگر این است که اجازه بدید حالا که صحبت دین رو مطرح کردیم به چپ هم من اینجا اشاره کنم، موضوع خودم رو معلوم کنم. عرض میکنم که اون چه ما اینجا نقل کردیم داستان توده بوده و حکومت پیشنهادی آقای مارکس، اینا غیر ممکن بوده. یکی آقای مارکس که غیر خیلی قدیمی شده مارکس در واقع، حالا من نمیخوام وارد قضایاش بشم، که جامعه امروزین از پیچیدگی و وجود طبقات مختلف، اون جامعه دو طبقه پرولتاریا و نمیدونم بورژوای مارکس نیست، از این قدیمی شد، تمام شد. اما بدون انسانهایی که در واقع برای طبقه کارگر و کسانی که در واقع جهان رو کشاورزان و کارگران ساختن، بدون حسی رقیق و لطیف برای این گروه داشته باشن مؤثر نیست، از آدمیتش کم میاد. بنابراین من فکر میکنم که هر انسانی که داره در واقع فضیلت انسانی باشه به سوسیالیسم حتما یک گرایشی باید داشته باشه و بدون اون کار ما نمیگذرد. این است که چپ ضمن مزاری که برای مملکت ما یک سر زیان بوده اما در جهان به طور کل منافع بسیار داشته، در واقع شما اگر نگاه کنید به این وضعیت آمریکا و اروپا، اینها این در واقع برنامه‌های کمکی که مثل فرض کنید که زیاد کردن مالیات‌ها برای کمک کردن به طبقات فقیر و در واقع بهش میگویند که جمع‌آوری و پخش مالیات ها و وجود نمیدونم بیمه ها، وجود بازنشستگی، هزار یک چیزی که از روزگار روزولت پیش آمد، اینها بر اثر همین نقدی بوده است که چپ از سرمایه داری کرده و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین ضمنی که توده ها، رؤسای توده، وقتی ما میگویم توده و نفت میکنیم، اون رؤسای بنیانگذارانی بود که با روسا در تماس بودن، چه بسا هموطنان بسیار نازنین دانشمند ما که ملحق شدن به حزب توده، بعد یا جدا شدن یا ای که همینطور ماندن اما خدمت کردن. این است که این رو هم خواستم خدمت شما عرض بود که روشن کرده. خب اجازه بدید برویم بر سر موضوع این بحثی که در گرفته است بین آقای دباغ و اون دوست محترم و سه تن دیگر. اینو خواهش میکنم پخش کنید، توجه بفرمایید مقالطات آقای دباغ رو، چون دباغ چیز در دست نداره جز لغلغه زبان، چون از مطلبی میخواد دفاع بکنی که قابل دفاع نیست. این است که پای استدلالش کاملا لنگ میزنه. لطفا تماشا کنید، فکر کنم در 12 دقیقه هست، بعد شما خوب دقت بفرمایید به لغلغه زبان و لغاتی که اساسا جایی ندارن در بحث. ایشون میخواد به قوت بلاغت یک استدلال ضعیف رو در واقع استحکام بده، میسر نیست. اون یکی دوست عزیز ما که استاد دانشگاه هم هستن، من نمیشناسم آقایون کجا هستن اینا، اما بسیار بسیار پخته و بسیار مستدل جواب میده. اجازه بدید تماشا کنید. آقای دباغ، شما با این توصیف روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی آبوره فلزی حتما خیلی مخالف هستید. بله بله. دلایلش؟ عرضم به حضورتون که حالا اینکه فرمودید خیلی مخالف، یعنی اگر بخوام بحث رو نظری تقریر بکنیم، تصور من این است که به اختصار و ایجاز اگر عرض بکنم، دو گونه میتوان به این مدعا پرداخت. یکی از منظر تحلیل مفهومی و نظری یا به تعبیری بحث پیشینی که سبقه دلالت شناسانه و معنا شناسانه دارد، که همطور که شما هم اشاره فرمودید، آیا ترکیب روشنفکری و جمع شدنش با دین مثل ترکیب عبوره و فلز است یا ترکیب جمع شدن عبوره با فلز است؟
یک سبقه از بحث این گونه است و سبقه دیگرش بحث پسینه تجربی است. من به اختصار در باب هر دو سخن میگویم. پسینی به چه معنا؟ پسینی به این معنی که ناظر به مقام عمل، تجربه. به عبارت دیگر آیا روشنفکر دینی داریم یا نه؟ بله، یعنی آیا محقق شده کسی یا کسانی تحت عنوان روشنفکر دینی یا خیر. به اختصار بخوام عرض بکنم، ناظر به نکته اولی که گفتم، اگر ما قائل به این باشیم که روشنفکری ذاتی داره و دیانت و دین ذاتی داره و بعد مقومات یا ذات اونها رو برشماریم و از تخالف یا عدم تخالف اونها سخن به میان آوریم، من تصور میکنم بنا به یه استدلال دلالت شناسانه میشه توضیح داد که دین به مثابه یک برساخته اجتماعی، یک مفهومی که برساخته اجتماعیه و همچنین روشنفکری به مثابه یک برساخته اجتماعی ذات ندارن، بلکه مقوم یا مقومات یا مؤلفه های گوناگون دارند. مفهوم فامیلی ریزمبلنس یا شباهت خانوادگی که ویتکنشتاین توضیح میداد برای تبیین مفاهیمی که در اجتماع برساخته میشوند، فکر میکنم اینجا از ما دستگیری میکنه. بنا به یه تقسیم بندی دلالت شناسانه، اگر ما انواع طبیعی رو مثل طلا، مس، دیگر پدیده‌هایی که در طبیعت یافت میشوند رو در تقابل با پدیده‌هایی که در اجتماع ساخته میشوند مثل بازی، جنگ، دموکراسی، لیبرالیسم، سکولاریسم، مدرنیته، دین، اخلاق قرار بدهیم، کسانی که قائل به اسنس هستند توضیح میدن که اگر در باب انواع طبیعی حتی ما قائل به ذات باشیم، یعنی مقومات و مؤلفه‌هایی که بشه همه اونها رو سراغ گرفت و احصا کرد، در باب برساخت‌های اجتماعی نمیشه چنین کرد. و اگر چنین باشه، من تصورم این است که هم مفهوم روشنفکری و هم مفهوم دین به مثابه مفاهیمی که برساخته اجتماعی هستند، به این معنی که در یک جامعه انسانی و در تعامل انسان‌ها با یکدیگر ساخته میشند، برخلاف مفهومی مثل کوه یا طلا و مس که بیرون از جامعه انسانی هم میتوان راجع به حدود و سقوطش سخن گفت، هم روشنفکری و هم دیانت اگر در اعداد مفاهیم برساخته اجتماعی باشند، ذات ندارن بلکه مقومات و مؤلفه ها دارن. یعنی چون برساخته اجتماعی هستند، هم روشنفکری و هم دین، انواعی از روشنفکری بله. و دین داریم. خلاصش اینه همونطور که فرمودید. یعنی ما همچنان که بازی ها داریم، مدرنیته ها داریم، لیبرالیسم ها داریم، روشنفکری ها داریم و دینداری ها داریم، یا روشنفکری ها داریم و دین ها داریم. اگر این باشه، فکر می کنم میشه از سازگاری یک نوع از دین، یعنی دینی که یک مقوم رو ما درش سراغ بگیریم که عبارت باشد از استدلالگری و چند و چون کردن و چون چرا کردن عقلی و پروای صدق و کذب و حجیت معرفت شناختی دعاوی رو داشتن، با نوعی از روشن فکری سازگاره، نه اینکه از دل اون استخراج بشه. استدلال پسینیتون چه هست؟ استدلال پسینی این است که وقتی که ما نگاه میکنیم به جامعه معاصر ایران در چند دهه اخیر، 50-60 سال اخیر، ما با گروهی مواجهیم که به مسابقه کنشگران اجتماعی در جامعه حاضر شدن، کارهایی کردن، منشأ اثر واقع شدن که نه اونها رو میتوان در اعداد و ذیل دینداران سنتی قرار داد، کسانی مثل آیت الله خویی، آیت الله بروجردی و عموم دیندارانی که دلی در گروی اندیشه های مدرن یا ندارن یا چندان با اونها بر سر مهر نیستن. این از یک سو، و از سوی دیگری نمیتوان اونها رو در اعداد کسانی قلمداد کرد که یک سر مدرنیستند و اساساً به سنت یا به دین که مهمترین بخش سنت است عنایت چندانی ندارند یا دلی در گروه او ندارند. این افراد رو وقتی که ما نگاه میکنیم و مجموعه کندوکاب های اونا رو در نظر میگیریم، فکر میکنم که به لحاظ دلالت شناختی باید در یک کاتگوری و مقوله دیگر اونها رو قرار داد. نمیتوان اونها رو در اعداد دینداران سنتی انگاشت و نه در اعداد مدرنیست هایی که بالمره مدرنیستن و با دیانت چندان بر سر نیستن. از این گروه چند تا اسم میتونید نام ببرید؟ بله، مرحوم بازرگان، مرحوم شریعتی و پس از انقلاب عبدالکریم سروش و محمد مشترید شبستری. البته این استثنای تام نیست. بله. و همه موارد رو برنشمردم، اما فکر میکنم اینا کسانی هم که در اون دو مقوله نمیگنجن و به تعبیر احیاناً فنی‌تر مسمى عبارت است از آنچه که محقق شده، حالا اسمش رو ما هر چی می‌خوایم بدیم. من فکر می‌کنم به لحاظ دلالت شناختی روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی اسم با مسمایی باشه برای آنچه در مقام عمل محقق شده در دهه‌های اخیر ایران معاصر. آیو داشتم. ولی من فکر می‌کنم که ما طبعاً آزاد هستیم در جهان آزاد دموکراسی. امروز در واقع هر عنوانی رو برای تحلای فکری خودمون برگزینیم. ولی من تصور میکنم که روشنفکری از یک سو و دینداری از سوی دیگه همواره دو جهت کاملا متضاد رو میپیمایند.
به لحاظ روشنفکری دینی پدیده است متضاد. جراحی تئوریک ناموفقی است که روشنفکری جهان سومی امروز برای در واقع توفیق خودش و ماندگاری برگزیده، برای اینکه بگه هم من روشنفکری رو میخوام بپذیرم و هم دیداری خودم رو از دست ندم. یادمه که در یکی از نوشتجات آقای دکتر یزدی نوشته بود که ما مدرنیته رو میپذیریم ولی با کمترین هزینه. نمیشه، در واقع مدرنیته از درون زده است و بنیانهایی در جامعه ما متحول و دگرگون کرده و حالتهای دین رو به حالت مقاومتی کشونده. به لحاظ من فکر کنم روشنفکریگری به معنای دقیق کلمه متعلق به جامعه آزاده. ما در جامعه ایران روشنفکری به معنایی که از غرب در غرب از اون نام میبریم نداریم. روشنفکر کسی که میتونه آزاده انتقاد کنه، دومی که تعهد اجتماعی داره، سومی که متعلق به عقل گرایی است و اندیشه انتقادی بنیان حرکت اصلی اوست. به لحاظ من فکر کنم کسی که تعهد اجتماعی رو آنقدرها برش تأکید نمی کنه به عبارتی به سختی میشه اون رو روشنفکر نامید. مثال میزنم، ما جریان نوگرای دینی و روشنفکری دینی به عبارتی دورهای متعدد داشته، از دوره مهندس بازرگان تا دوره دکتر علی شریعتی و تا دوره اخیر که در واقع به عبارتی کم و بیش دکتر سروش نمایندگی اون رو داره، کسان دیگه هم طبعا هست. اما مجموعاً اگه نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم، روشنفکری گری به همراه تعهد اجتماعی رو من بیشتر با وجود اینکه به اون هم نقد دارم در دکتر شریعتی میبینم تا دکتر سروش. به دلیل زیرین فکر میکنم که دکتر علی شریعتی نقد اجتماعی رو با تعهد اجتماعی و عدالت خواهی همگون و همراه کرد، ولی دکتر سروش در واقع نقد ایدئولوژی اسلامی رو که دکتر شریعتی عنوان کرده بود از زاویه ویژه‌ای به کنار گذاشت و عنوان جدیدی رو انتخاب کرد به نام روشنفکری دینی که بار بسیار سنگینی داره، که اگه بهش فکر کنیم در میابیم که معنای روشنفکری جدید، روشنفکری دینی بسیار غیر قابل پذیرش میشه. توضیح میدم، انتقادی که در فهوای کلام بود در صحبت‌های آقای دباغ اینه که دنبال تعریف دقیق از روشنفکری گشتن نوعی ذاتگرایی است. یعنی شما میگید که روشنفکری فقط اینه و فراموش میکنید که روشنفکری یک برساخته اجتماعی به گفته ایشون. کم و بیش بله، ولی در بسیار موارد نه، به دلیل اینکه ما در حوزه تعاریف فرض فرمایید مجبور هستیم یه جایی خطوط معینی رو بذاریم، محدودیت ها رو برگزینیم و چیزها رو اصلا تمیز بدیم. اگر چیزها بعد از هم تمیز داده بشن، جاهایی لیمیت ها و محدودیت هایی داریم که مثلا فرض فرمایید قاشق و چنگال ما جدا میکنیم و فرض فرمایید دین رو از غیر دین جدا میکنیم. دین متعلق به طبیعت انسان ها هست و انسان ها بهش معتقدن، ولی غیر دینی چیزیست که اومخ با دین خودش رو تمیز میده. خب میتونه این پدیده دین متعلق به دوران تاریخی معین و ویژه باشه، اما با غیر دینی اومخ چگونه این رو میشه تمیز داد؟ روشنفکری هم همینطوره. روشنفکری رو چگونه میشود از غیر روشنفکری روشنفکری تمیز داد؟ از زاویه به اعتبار من علارغم اینکه ذاتگرایی ویژه‌ای رو نمیخوایم درش دقیق بکنیم، ولی به هر صورت کجا از غیر روشنفکری روشنفکری جدا میشه؟ در تعهد اجتماعی، در عقل گرایی، در عدم تمکین او یعنی روشنفکر به دین. چرا که دین محدودیتی در امر عقل، عقلانیت بر او و نقد اجتماعی در او به وجود میاره. و اگر به وجود نیاره چه نیازی هست که دیگه ما با مقوله دین در مقوله روشنفکری روبرو باشیم؟ بسیار خوب. با درود بر شما هموطنان گرامی، دو مطلب. یکی اون که اون دوستی که اینا رو ضبط کردن، من نمیدونم کجا، زیر در واقع دیدید که همین آرم برنامه سرزمین جاوید گذاشتن، یک سخنی هم ما گفتیم به شوخی که خیلی چسبیده، حالا برای هم نمی کنن که روشنفکری دینی مثل پهن خوشبو. اینو من عصبانی بودم بعدم نگفتم، اتفاقا همین جور هم هست. اینو زیر این عنوان گذاشتن و برام سرزمین جاوید. حالا این دوست گفته بود که آبغوره و فلز، آبغوره و فلز که یک آنالوژی ضعیفی است، همون چیزی که من گفتم خیلی محکم‌تره. باری این بحث خیلی جاود. اسم اون استاد محترم آقای عطا هودشتی، به چه زیبایی این استاد
تحلیل کرد و نشان داد که اساساً روشنفکر کسی است که به دین تمکین نمی کند. یعنی موضوع تعقل و دینگرایی و ایمان داشتن و متعبد بودن اساساً با هم زمینه تعبد، زمینه تعقل رو بر نمی تابه. گو من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به خدا و به خداوند سپردم. این آقای سروش پیداست خیلی وضعش خوبه، وضع پولی مولی زندگیش هم خوبه، چون آدم هرچی مرفه‌تر باشه سخنانی بی پرت و پلا بیشتر میگه. درد آشنا نیست. میگوید که دین دارای ذات نیست و برساخته اجتماعی است. آقا خب همه پدیده ها برساخته اجتماعی هستن. آقا این ناتزیسم هم برساخته اجتماعی بود. خب اختراع دین برساخته اجتماعی نیست. از یک شرایطی یک کسی پیدا میشه، شروع میکند چیزهای گفتن که من از طرف خدا اومدم و عرض میشود که باز بند و بس دارم با اون بالا و مرتب کامپیوترهای جدیدتر برام میاد، ایمیل ها میاد برام. من عرض میکنم که این حرف ها هرچم نمیدانید از من بپرسید، هرچم علم و معرفت هست در این هاست که من میگویم بقیش هم بریزید دور. هنوز در پاکستان دارن کتاب میسوزنن زیر این عنوان. هنوز بچه های پاکستان رو به تعدادی که در 30,000 مدرسه جای میگیرد و پولش رو عربستان سعودی میده، میگویم کتاب ها رو بریزید دور. همین قرآن هر خشک و تری هست در اینجاست. و بعد میرسد سر این مغالطه که ما برداشت ها داریم از روشنفکری. مغلطه رو ببینید، ما برداشت ها داریم از دین. این بر میگرده به همون داستان قرائت سروش، قرائت فلان، قرائت بیسار. آقا اگه اینجوری باشه خب به اندازه 1 میلیارد و نمیدونم 500-600 میلیون قرائت خواهیم داشت، تکلیف چی میشه؟ قرائتی نداره. ما اصول این رو نگاه بکنیم. خیلی مطلب ساده است، واقعا مطلب خیلی ساده است. من خواهش میکنم بچه‌هایی که خیلی نوجوان هستن و تحت تاثیر این لغات و مصطلحات قرار میگیرن، این لغات رو بریزن دور، معانی رو نگاه کنن، ببینیم که آقا پایه‌های اصلی این دین آیا با حقوق انسان منافات دارد یا ندارد. و سلام، این با آنتولوژی و فیلولوژی و عرض میکنم که ترانساندانت و این حرفا، ویتکنشتان. آقا ویتکنشتان میگه آقا ما بعد و طبیعی اصلا میسر نیست. همه آقای ویتکنشتانی که آقا کورنیکه میگه کسانی که در باب ما بعد و طبیعی سخن گفتن جز مهمل چیزی نگفتن، چون سخن معنی نداره، اصلا سابجکت نیست ما بعد و طبیعی، نانسنسه، و چون نانسنسه غیر قابل قبوله. بنابراین همین آقای ویتکنشتان میگوید که کسی میتواند در باب مابعد الطبیعه صحبت کند که هر دو سو رو دیده باشه، یعنی رفته باشه مابعد الطبیعه دیده باشه، برگشته باشه تجربه کرده باشه. به عبارت همون سخن کانت رو میگوید. و ماخ به گونه ای که آقا هر چیزی که در حیطه تجربت در نیاد جز حقیقت ما نمیتونه حساب کنه. اونو بر میگرده به متافیزیکس و عرض میکنم که سوپرنچرال. یکی این حرف رو بشنمه خیال میکنه ویتکنشتان صبح تا شب نماز میخونده، نماز جعفر صادق رو نمیدونم جعفر طیار میخونده، هر روز هم مکه میرفته. با ویتکنشتان یک فیلسوف مدرن دهریه، به قول قدیما الهادی بوده، شاگرد راسل بوده. راسل هم یک سر منطق و عقل بوده. سعی میکنه با لغلغه زبان گمراه کنه. آقا اینا گمراه. بعد میگه که مطالب پسینی، حالا ما داریم پیشینی و پسینی، این قضایا تو فلسفه کانت هم خیلی به کار رفته. پیشینی و پسینی میگوید تجربه. خب میگوید که ما دیدیم که روشنفکری میسر است به دلیل وجود بازرگان و تو رو خدا فکرشو بکنی، عبدالکریم سروش و اون یکی دوتا. پس اینا روشن فکر دینی بودن وجودن. چه روشن فکری بود ما علی شریعتی؟ چه علی شریعتی چه روشنی در این جامعه آورد؟ منتظر امام زمان بود و طرفدار دیکتاتوری شیعه بود
و من فیلمش رو به شما نشون دادم. بسیار انسان مرتجعی بوده. حالا دوستم ایراد گرفتن که شما میگویید بازرگان آدم شریفی بوده. در همین طنزی که برای ما نوشتن، نمیدونم پسر آقای بازرگان آدم شریفی است، بنی صدر آدم، البته این آدمای شرافتمندی بودن. حالا امروز هم میگم خدمت، به لحاظ اخلاقی من فکر نمیکنم مهدی بازرگان به کسی خیانت کرد یا دروغ گفت، هرگز چنین نبود. تفکرش اشتباه بوده، برداشتش از سیاست و جامعه خطا بوده. همچنین بنی صدر، همچنین پسر آقای بازرگان، اینا انسان‌های شریف و نجیبی هستن. ولی روشن فکر من نمی‌شناسم آقای بازرگان رو. آقای مهدی بازرگان که ترمودینامیک خونده بود در فرانسه و آمده بود در ایران و استاد بود و چه بود و مبارز بود و از ملیون بود و اینها، وقتی که دیکتاتوری سابق راه ها رو مسدود کرد، بیچاره رفت زد به اسلام. این قبلش که به اسلام نزده بود که. همین مرد کنترات میگیره، ملیون رو از سیاستی بیرون کردن، مجبورشن کنتراتی بشن دیگه. مهدی بازرگان مرد محترم نجیب، ایرانی واقعا با اخلاق، آمده بهش پروژه لوله کشی آب تهران رو دادن. خب اینا آب انبار بود و کثافتکاری عجیبی بود و افتضاحی بود و کچلی فرابون بود و نمیدونم بیماری های مختلف از طریق همین دائم کرم تو این آب انبارا بود، چون آب قنات رو میاندن تو این جوی ها میامدن میبستن به هر کسی آب انبارش رو پر میکن لوله کشی بکنه. ورداشته استفتا کرده از نمیدونم یه آیت الله که این حلال یا حرامه. آقای روشنفکر یا از اینجور کارها. بنابراین این جناب آقای دباغ چیزی جز مغلطه در دست نداشت واقعا، و اون استاد محترم به نیکی جواب ایشون رو داد و من خیلی خوشحالم که این گفتگو در گرفته و در میگیره و بچه های ایران یه فریب اینجور چیزها رو نمیخورن که آقا دین جایگاه خودش رو داره، حد پایانی قضایای مربوط به دین در اروپا نزد هوشمندان اروپا و کسانی که جهان امروز رو ساختن و این مکاتب فلسفی و مکاتب سیاسی رو بنیاد گذاشتن و ما همه ریزخار خان اونها هستیم، آدمای مثل مارکس و لاک و عرض میکنم دیگران، این شد که آقا دین یک امری خصوصی در حیطه خصوصی اشخاص و دین کسی به کسی مربوط نیست. اساسا کسی که صاحب فکر و اعلان دین بکنه این روشن فکر نیست. آقا دینت به خودت مربوطه، تو چرا آمدی روشن فکر به دین میچسبانی؟ آقا دین تو یه چیزیست، دین من یه چیزیست، دین و آقا یه چیزیست، بیاد ببینیم که برای جامعه چه میشه کرد، این سعادت این جامعه رو چگونه میشود به بهترین وجه تأمین کرد، یا راه درست کدام است. این آقای جناب آقای دباغ مسئلهش مسئله کسی است که به میدان مسابقه اسبدوانی آمده در کنار اسبهای عرض میکنم که نژاده تیزتک، یه خر پیر کوری آورده اونجا 1000 متر و 950 مترش عقب مونده، حالا میخواد با لغلغه زبان بگوید که از نظر آنتولوژی و ترانساندنت همارشناسی ممکن است این همار هم یه چیزی بشه در آینده. قضایای پسینی و پیشینی نشان داده است که دین در دولت آقا کار نمیکنه و روشنفکری دینی هم نداره. حالا در بحث بعدی که فکر میکنم شاید امروز یا هفته آینده به شما نشان بدهیم، این آقا وحی رو هم قبول داره. حالا فکرشو بکنید، یه جا باید ما عقلانیت روشنفکری داریم. وحی یعنی چه مرد حسابی؟ از قدیم سعی کردن این بنیاد بد رو همون عرض کنم که مشایان خودمون گذاشتن، مثل فارابی و این دار و دسته و اینا اومدن اینا دین و معرفت حقیقی رو با هم مخلوط کنن و بیشتر اینا تماس حقیقی و واقعی با فلسفه یونان نذاشتن، به جهتی که اینا ترجمه ها به دستشون افتاده بود غلط به حساب می آمد. یعنی در واقع اون چی نیو اسکندرانی ها گفته بودن در مکتب اسکندریه که یک نوع اشراق بود که در واقع تلفیق شده بود با فلسفه عقلی یونان، یه ترجمه های غلطی به دست این دوستان ما افتاده بود و اشتباه می فهمیدن.
فکر میکنن اینا جمع شدنی است. آقا جمع شدنی نیست. عقل و دین با هم جمع شدنی نیست. میسر نیست. اصلا چنین چیزی اصلا مسخره است. بعد خندید به این داستان. ابن سینا میگوید من 40 بار ما بعد و طبیع ارسطو رو خوندم نفهمیدم. خب این عدم فهم ابن سینا که تمهوشیش نبوده که، مرد نابغه بوده، از ترجمه بد بوده. بعد میگوید در یک بازاری میرفتم در فلان شهر، از یک کتاب فروشی که روی زمین نشسته بود کتاب فروش خریدم که فارابی اون رو نوشته بود، من بعد یک بار خوندن فهمیدم. مقصود این که اون چی به دست مشایون ما رسید مثل ابن سینا و دیگران اینا ترجمه های نادرستی بود از کار یونانیان قدیم که مخلوط شده بود با از بکنم که حکمای اسکندریه که اینا اهل اشراق هم بودن و اینا میخواستن که مثلا برای وحی هم یه دلیل یونانی بتراشن، برای نبوت هم یه چیزی بتراشن. آه نمیشه پدر جان، با لغات و مصطلحات و بافیدن ها در واقع اینا میفلسفیدن، چه ربطی داره؟ این ما بعد و طبیعه میخ آخر رو بر تابوتش آقای کانت کوبید. در واقع امانوئل کانت دنیا رو راحت کرد. آخرش که بابا جان اساسا این ذهن ما در واقع به وضوح نمیگوید وجود ندارد، میگه این ذهن ما برای درک ما بعد و طبیعه اصلا خلق نشده، بنابراین رهاش کنید، در حیطه حیات ما آدمی ها جایی نداره ما بعد و طبیعه. ترانساندانت همارولوژی، همارولوژی آقای سروش. خب اجازه بدید که یک موسیقی دیگری نمیدانم دوستان این بار چه پخش میکنند بشنویم، برمیگردیم یک فیلم ساختن در باب وضعیت بهائیان، یک در واقع تاریخچه کوتاهی است. یک دوستی برای من ایمیل کرده بود اگر که رسیده باشه به فارس مجدی حتما پخش بکنیم خدمتتون، نشان میدهیم که چه فجایعی در حق این هموطنان ما در حال شکل گیری است و چه عرض کنم مدت هاست که این جنایات در حق گروهی که میگن آقا ما علاقه من نیست علی محمد باک یا حسین علی بهاءالله هستیم، یکی میگن من ازلی هستم، چه ربطی داره به شما تو این جامعه؟ آقا چه ربطی داره آقا این داستان؟ این همون داستان روزگار محمد شده و یهودی ها و اینا. معاویه فهمیده بود که آقا میگوید جامعه متلون است، میگوید که خداوند صدای تو رو قطع بکند. یک کسی میاد پیش معاویه میگوید آقا فلانی کافر است، فلانی هم چی، میگوید که خفه شو، خداوند صوت تو رو قطع بکند که این سخن رو به من گفتی. جامعه حتما متلون هست و داره عقاید مختلف، ما که نمیتونیم یقین مردم رو بگیریم به خاطر عقایدشون، میگه معاویه بوده. بی خود نیست بر مولا علی پیروز شد در جنگ ها و او رو شکست داد و خانه نشین کرد و اینها. خب اجازه بدید که یه موسیقی دیگه بشنوید، باز من تصویر خانم دلکش رو میبینم در این تیوی بغل تا چند دقیقه دیگه.
با درود بر شما وطن گرامی، بانو دلکش خواننده بزرگ مملکت ما، یکی از وجوه عظمت صدای این زن فصاحتش بود. شما هیچ کلامی رو شما نیست که نفهمید چه میگه، و اینا سه تن بودن که این وضعیت رو داشتن، که تاج اصفهانی، یکی ایرج، یکی دلکش. به نظر من شاید کسان دیگه هم باشن، الان به خاطر من نیست، اما خوانندگی در واقع یعنی واسطه معرفت شاعر و جامعه قرار گرفتن. اگه بنا باشه جویدن باشه که میسر نیست. یک فیلم فرستادن، عرض شود که در باب یهویه، تاریخچه ایست از قصه پرقصه این اقلیت دینی در مملکت ما. شما خودتون قضاوت کنید، به خصوص کدیور رو هم نشون بده. اینم یه روشنفکر دینیست، شما را به گفت که به جان سر نگاه کنید ببینید چه ذهنیتی داره کدیور. لطفاً نشون بدین از اول این برنامه رو دوستان ببینن. و بله، برای بهایی ها دوران رضا شاه دوران آرامش نسبی و حتی شکوفایی بود. با کاهش نفوذ روحانیون، بهایی ها حتی اجازه پیدا کردن که مدارس خاص خودشان رو برپا کنند. اما چند سال بعد ایران دستخوش رویارویی مصدق و محمد رضا شاه، رویدادی که شاه تضعیف شده را ناچار کرد برای استحکام قدرتش به روحانیون اتکا کند. بار دیگر هجوم به بهایی ها. اینجا سخنرانی حجت الاسلام محمد تقی فلسفی از رادیو تهران.
حمله و تخریب مرکز بهایی ها در تهران به تشویق او و روحانیون دیگر و کمک ارتش. در همین دوران بود که جمعیت مخفی حجتیه از فعالان مسلمان تندرو فعالیتش را با هدف مبارزه با بهایی ها با چراغ سبز شاه آغاز کرد. انقلاب اسلامی، این بار روحانیون در قدرت مطلق. واقعی نچندان نبید بخش برای بهایی ها که نگران بودند حالا دیگر کسی جلودار روحانیون شیعه نیست. امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه که بسیاری معتقد بودند بهایی است، در راه روی دادگاهی که برایش تشکیل شده بود از پشت سر هدف گلوله یک روحانی قرار گرفت و به قتل رسید. تحقیقات بعدی نشان داد که او در واقع بهایی نبود. دادگاه های انقلاب هزاران نفر را در این سالها به جوخه‌های اعدام سپردند و از جمله بیش از 200 بهایی را. اینجا محاکمه یک گروه از کمونیست‌ها، حسین لاجوردی دادستان و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شهر. دادگاه های انقلاب چند گروه از رهبران بهایی را یکی بعد از دیگری به جوخه‌های اعدام سپردند، به گفته آیت الله گیلانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل. ابوالحسن بنی صدر در دو سال اول بعد از انقلاب عضو شورای انقلاب و رئیس جمهور. شما احساس مسئولیت میکنید؟ اون موقع به هر حال رئیس جمهور بودید. من این مسئله رو در شورای انقلاب طرح کردم که اینا حقوق انسان ذاتی اوست و تقدم داره بر طرز فکر او آدمی. نمیشه باید از انسانی رو از حقوق ذاتیش محروم کرد به این دلیل که رفته بهایی شده. شورای انقلاب هم تصویب کرد که اینها از این بتونن کارشون داشته باشند و بچه هاشون مدرسه برن، زندگی عادیشون داشته باشند. خب چرا اجرا نشد؟ جواب این که در این گونه موارد مراجعه میشد به آقای خمینی، به محضی که از او تجویز میگرفتن دیگه اعتنا به رأی شورای انقلاب نمیکردن. شما میگید آقای خمینی مستقیما دستور سرکوب بهائی رو میدادن؟ قطعا، والله غیر از این ممکن نبود که دستور شورای انقلاب رعایت نشود. در شیراز عده‌ای با کلنگ به این خانه حمله کردند. خانه تاریخی در یکی از محلات قدیمی شهر، خانه باب، یکی از مقدس‌ترین اماکن جامعه بهائی. باز هم در شیراز تقریبا 4 سال بعد از انقلاب 22 بهایی و از جمله این 10 زن معلمان کودکان بهایی شهر در زندان به طناب دار آویخته شدند. به آنها گفته شده بود بین اسلام و اعدام یکی را انتخاب کنند. بعد از این اعدام ها حاکم شهر شیراز از بهایی ها خواست به قول او به دامن اسلام برگردند. این رفتار بی سابقه نیست؟ بهائی‌ها امروز هیچ حقی در قانون در ایران ندارن، حق اشتغال ندارن، بچه‌هاشون حق تحصیلات عالی هم ندارن. در حقیقت هیچ کشور رو نمیتونیم در خاورمیانه پیدا کنیم که قابل مقایسه باشه با رفتار ایران. در هیچ کشوری از عربستان تا مصر گرفته و پاکستان حقوق شهروندیشون نقض نمیشه. یکتون نجس هست. از زندانیان بهایی خواسته میشد که کتباً بنویسند که به اسلام رو آوردند تا آزاد شوند. ذبیح‌الله محرمی در زندان یزد با این مشکل روبرو بود. اینجا در یک ویدیوی خصوصی هنگام مرخصی 24 ساعته در خانه قبل از فوتش در زندان در شرایطی نه چندان روشن. چند مرتبه به من میگفتن که این نامه ما رو زیرش امضا کن، صاف برو خونه. مستقیما از انجه برو خونه دیگه. گفتم خدا شاهده همین الان من به این میله ها آویزون کنی نامه شما رو امضا نمی کنم.
اینجا جلسه ای از بهایی های واشنگتن، دعا برای آخرین گروه رهبری جامعه بهایی ها در ایران که امروز بیش از 2 سال است که در زندان هستند. به همان اتهام قدیمی که صدها بهایی پیش از آنها طی 31 سال گذشته به بند افتادند. اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اقدام علیه امنیت کشور. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که وکالت رهبران بهایی در بند را به عهده گرفته بود، پرونده آنها را خوانده. اگر این پرونده به وسیله یک قاضی بی‌طرف در زمینه کیفرخواست، یعنی چه دلیلی برای جاسوسی دارید برای آمریکا، چه دلیلی برای جاسوسی دارید برای اسرائیل، و اینها چه کار کردند که اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده، هیچ دلیلی نیست. شب 14 آبان 1378 قائم شهر، گلستان جاوید، اسمی که بهایی ها به قبرستان هایشان میدهند. از هنگام انقلاب اسلامی به این طرف در ایران مرده های بهایی ها هم آسایش ندارند. امروز تمام اعضای شورای رهبری جامعه بهایی در زندان هستند. مسئله این است که اینها عنوان میکنن ما بهایی هستیم، حاضرم نیستیم که دینمون عوض بکنیم. حالا صحبت از پیدایش دین تازه‌ای بود بعد از اسلام، چیزی که تا امروز برای روحانیون شیعه قابل قبول نیست، حتی برای روحانیون آزاداندیش. مسلمان ها معتقد هستند که بعد از پیامبرشون محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه پیامبری نیست. خب یک نفر پیدا شده میگه من هستم، من پیامبر هستم. خب مشخص است که مسلمان ها انتقاد دارن نسبت به اونها. هاکذا شیعیان در مورد بحث مهدویت اعتقادات ویژه‌ای دارن. مدعیات باب خلاف ادعای شیعیان هم هست. بنابراین از هر دو زاویه اینها مورد انتقاد واقع شدن. مسیحیت میگه من مشکلی با آیین موسی ندارم، با یهودیت ندارم، مشکل من آن چیزی که بعد از مسیحیت میاد. اسلام میگه من با آیین موسی، آیین عیسی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با آیین و عقایدی است که بعد از پیامبر اسلام میاد. بنابراین تمام آیین و ادیان جهانی این مشکل رو دارن که آنچه که بعد از آنها میاد همیشه دست برورده بیگانه، ساخته حکیم و از این دست بود. اینجا جلسه ماه فوریه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. بهایی ها در تهران به این علت تحت تعقیبند که به فعالیت های فرقه ای مشغول هستند، فعالیت هایی که با حقوق اولیه مردم در تناقض قرار دارند. در همین حال در حیفا در مرکز جهانی بهایی ها روز تولد باب است. زائران بهایی امروز بر دور آرامگاه باب طواف. بله هموطنان گرامی، این وضعیت بود. دیدید این آقای کدیبر با اون عمامه و زار و زندگی، اون در واقع یقینی که در چشمان این مرد بود که حتماً این بهایی ها باید از بین برد و میتونستی ببینی. خب به درک که فلان آخوند شیعه خوشش نمیاد. ببینید اینها، این آخوندها هر سبت که به یزید خیلی فحاشی میکنن. اینا دیدم که یک آخوندی نشسته برای مردم ما تعریف میکند که عقرب رفت زد به عضو جنسی معاویه و بعد این سکت کرد، بچه شد یزید، به یزید بد میکن، در حالی که هر نانی میخورن از یزیده. در واقع به یزید باید دعا بکنن اینا. هر چه داریم از محرم و سفره، خمینی گفت. حالا اون تیکه آخوندم بعد خدمتتون نشون میدم، ببینید هنوز چه چیزایی مصرف میشه در مملکت ما. چه حرفا رو ببینید، استدلال آخوند رو ببینید. و درست گفت در زبان رضا شاه، مرحوم رضا شاه، اون چنان این آخوندها خانه نشین شدن که جرأت نفس کشیدن نداشتن، وگرنه هیچ اقدام اصلاحی نمیشد انجام بده. اما فرزندشون که تشریف آوردن، پناه بردن به آخوندیسم تاریخی و
بدون اجازه آخوند آب نمیخوردن و این خراب کردن معبد مردم در تهران که ارتش رو فرستاده این عکس مشهور سپهبد باتمانقلیچ و اینا اونجا ایستادن با کلنگ دارن معبد مردم رو خراب میکنن، سرزمینی که از روزگار کوروش محل اقلیت ها بوده. من میخوام خدمت شما عرض کنم دولت هر چی میکند یک دولت فاشیستی متعصب خونخواری است که امروز هم در گل پاش مانده. باید دیدیم ما مردم ایران با اون فضیلت هایی که به اون مشهور هستیم و اون به اون تاریخی که به اون مینازیم و این به کوروش کبیر رو عرض میکنم همه این تاریخ دراز مدت و شعرا و بزرگان و فضلا و این اخلاق ایرانی، ما باید در واقع فضیلت های خودمون رو در این مزایق هست که باید نشان بدیم به هموطنانمون، به خصوص در همین ماجرایی که اتفاق افتاد و این تحریم ها فشارها بسیار خواهد بود. من امیدوار هستم که هر شبت که کسانی که در کار توزیع کالا هستن و اینها، چون همه ایران رو از زمان رضا شاه بعد وابسته شد به تهران، الان بازار تهران بسته شد همه ایران گرسنگی میمیره، در حالی که در روزگار قدیم قبل از رضا شاه تبریز، کرمان، بندرعباس، نمیدونم اصفهان اقتصاد مستقلی داشتن، حالا امروز همینجا بازار تهران، یعنی تاجر تبریزی باید بیاد از اینجا پارچه بخره یا نمیدونم چه غذا بخره. و اینها هرچه این داستان پیش خواهد رفت و عرض کنم که ورود کالا مشکل تر خواهد شد، امیدوارم این سودجویان نباشند که بخوان از این تراژدی که در حال وقوع است بخوان استفاده بکنن. وقت ما در اینجا هم وطن گرامی تمام شد، با سپاس از امیر و مهیار در اتاق فرمان و شما هموطنان گرامی همزبانان هر جا که هستید، تا برنامه دیگر که فردا شب خواهد بود از شما خداحافظی میکنم. درود.